با سلام به شما بینندگان تلویزیون برابری، با سه نفر از شرکت کنندگان در مرحله پایانی دادگاه ایران تریبونال هستم. با آقای هدایت سلطانزاده، یوسف بنی‌تروف و خاطر ابراهیم‌زاده. می‌خواستم نظرشون رو در مورد این دادگاه و در واقع حکم صادره بپرسم. آقای هدایت سلطانزاده شما هستم. با سلام چند حساس کردن افکار عمومی نسبت به جنایتی که در پشت انجام شده این هم توی اونو نمیشه گفت یک قانون تمرکز و یک نوع حافظه جمعی در مورد جنایت انجام گرفته است تا حال چنین اقدام رو صورت نگرفته و از نظر باید آگاهی داده به مردم اینکه در گذشت کشور چه اتفاقاتی افتاده است و در جنایات امروز که یک نقطه اوجی یا چند نقطه اوجی از جنایات اتفاق افتاده هرگز پیامی آخری که بازی که خود به خود به نظر من بسیار جالب بود و نکات بسیار مهمی رو مطرح کرد. سه جفری نایس به نظر من یک گفته مشاهده کرد که این دادگاه این که خیلی طیف بزرگی از قربانیان جنایت اسلامی رو طبیعتاً از آمد که این همچه چیزی به دادگاه به سازمان ملل ارجاع دارم شما به نظرش بکنه همین شما به اینها بگوان بلکه خیلی میل چندانی برای تغییر بقیه کسانی که به اینها نسبت به جنایت اسلامی اشاره کرده از اون روز اولی که در سر کار اومد به نظر خواهی از آن برسید که در واقع دیانه یعنی جنایت جمهوری اسلامی در مقامت و سیده ها و در اعدام های پشتباه شکلی جنایت ادامه داره و برها به نظر من بسیار مورد است که بشه ادامه کاری که نگرده دیگر یا به هر شکل بکنی اوستا گنبال باری و اون آقای پروفسور کوپر هم که چیز گفت فقط یه فصل اول به نحوی یه باز امیدوار کرد که قضیه در اینجا تمام نشده است بلکه به جنایت دیگر هم میتوان رسید و ادامه و همچنین یک نوع یک نسخه مدون است برای اقدامات بعدی و برای خیلی از اونهایی که میخواهم بدانه که در ایران چه گذاشته است و در این حال الگو و نمونه است برای کشورهای دیگر چطور مردم در جاهایی که کسی کاری انجام میدن در واقع بدنی اصلی این رو شهود و قربانیانی که یا خود قربانی مستقیم بودن یا خانواده دارن در واقع بدنی اصلی این رو ما تشکیل و این خود میتونه یک بوده یا بوده برای احتمالاً دیگران شما چطور و خصوصا اینجا به مسئله در سوال جواب ها مسئله فعالین خلق عرب رو مطرح شد امروز هم در واقع خطر اعلام قرار دارد و گفتیم که اینجا شاید هم یک الگویی باشه برای مقابله با اعدام هایی در اینا صورت میگیره فعالین خلق عرب فعالین خلق و بسیاری فعالین سیاسی همچنان در زیر دار در واقع داس مرد قرار دارد شما چطور دیدید؟ شما ارزیابی چه هست؟ من فکر میکنم که برای در واقع
عدم فراموشی مسئله کشتارهای تابستان 67، وجود این دادگاه گرچه نمادین لازم بود ولی کافی نیست. یعنی این دادگاه همون جوری که در بحث‌های امروز مطرح شد میبایست پای خودش رو، گام خودش رو به طرف در واقع ارگان‌های قضایی سازمان ملل بکشونه. باید بتونه این دادگاه یک ارتباطی ایجاد بکنه با دادگاه لاهه، با سایر نهادهای قضایی وابسته به سازمان ملل متحد. با توجه به اینکه این دادگاه، یعنی دادگاه ایران تریبونال، یک اساسی را ریخت برای دادخواهی در واقع اعدام شدگان، فعالان سیاسی اعدام شده دهه 80، میتونه در واقع ادامه پیدا بکنه، همونجوری که شما مطرح کردید، همونجوری که من پیگیر کردم در پرسش خودم، که این به نحوی ادامه پیدا بکنه، حالا به هر شکلی که خود هیئت جوری مناسب میدونه. و این یک ضرورته با توجه به اینکه اکنون هموطنان عرب ما در معرض یک پاکسازی قومی قرار دارند. علاوه بر این 5 تن فعال مدنی و فرهنگی که حکم اعدامشون به تایید در واقع دیوان عالی کشور رسیده، هم اکنون ما خبر داریم که 11 فعال دیگر عرب برایشون حکم اعدام بریده دادگاه ابتدایی در اهواز، و همینجوری و 3-4 گروه دیگه هم منتظر اعدام هستند یا در واقع برایشون اعدام در مرحله ابتدایی صادر شده. این یک در واقع زنگ خطریه، یک هشداریه برای اینکه به هر تقدیر ارگانهای نمادینی، نهادهای نمادینی مثل دادگاه ایران تریبونال بتونه به کار خودش ادامه بده و این مسائل رو هم بپوشونه. ما البته سعی کردیم در خود دادگاه قبلی، یعنی هم در لاهه و هم در لندن، این قربانیان عرب دهه 80 را هم اضافه بکنیم، چون در واقع نادیده گرفته شده بودند، حالا به هر دلیلی یا فراموش شدن یا توجهی نشدند. ولی من تأکید کردم در ارتباطاتی که با آقای بابک عماد و دیگر دوستان دستن در کار داشتم که حتما اعدام شدگان عرب در دهه 80 که کم هم نیستن و به 10 نفر هم میرسن، در نظر گرفته بشه که در دادگاه لاهه لااقل چند تایی شرکت داشتن. و ما امیدواریم که به هر حال این گونه گام ها برای افشای چهره کریه و جنایتکار رژیم ادامه پیدا کنه. شما چطور؟ با سلام شما به شما در طول حیاتش یک دوم نوید دادخواهی کسایی که قربانیان جنایات بین آزاد کشم بودند، البته تمرکزش در جنایات بشریت است. وسیلگی که محاکمیت دادگاه ایران تریبونال امروز همونطور که در دادگاه موفقی بود دادگاه هزاران نفر از اعدام شدگان به کشته شده‌هایی که توسط رژیم جمهوری اسلامی اعدام شده و از بین رفته، اینها این دادگاه زبان بنیاد خاص قربانیان بود، یعنی آنان که در سال هزاران تن خاک مدفون شدند، در این دادگاه ندای اونها به گوش مردم ایران و جهانیان رسید. یک مسئله ارزشمند
دوم اینکه در ارتباط با همین جنایات مطرح کنیم، همون که مادر اسمت مطرح میکرد که 9 نفر از اعضای خانواده ایران که بودن مطرح میکرد که من احساس میکنم از جنس آهن هستم، یعنی مطرح میکرد که میخواد باز هم به افشاگری های خودش، به مبارزه خودش برای جلوگیری از فراموشی ادامه بده. نقطه دیگه این که در بین مجموعه شرکت کننده هایی که اینجا دیدم که اکثرا از خانواده های قربانیان، از خانواده های قربانیان رژیم جمهوری اسلامی و همچنین از کسانی بودم که اینها در زندان های جمهوری اسلامی در زندان بودن و سالها به شکنجه های جمهوری اسلامی بودن، در همه اینها یک خوشحالی و شهدی وجود داشت، این که بعد از سالیان طولانی تاریخ خانه های رژیم، تاریخ خانه های دوروستایی اتاق های شکنجه در این نوشته 52 صفحه‌ای که عنوان حکم دادگاه اینجا اعلام شده در اینجا تحت مراقبت شده. البته ایران تریبونال یکی از کانال هایی هست که در ارتباط با دادخواهی، امیدواریم با توجه به اینکه در ایران هزاران نفر کشته شدن، در ایران و در خارج از کشور هزاران دادخواه وارد میدان بشن و اینها از کانال های مختلفی که براشون امکان پذیر هست و از تشکل‌های گوناگونی که میتونن ایجاد کنن به این دادخواهیشون ادامه بدن. در نتیجه میخوام بگم این دادگاه به حکمی که اعلام شد از جانب عده‌ای از چند نفر از حضات واقعا با شرف و انسان و طرفدار انسانیت و با کارهای شبانه روزی خودشون و کارهای شبانه روزی مجموعه کسانی که ایران تریبونال رو سازمان داده بودن و دادستان ها و قضاتی که در مجموع این حرکت اقدام کرده بودن، این حرکت رو به خوبی پیش بردن. و نکته که در اینجا مهمه اینه که تداوم کار ایران تریبونال هست، که ایران تریبونال در تداوم کار خودش میتونه این افشاگری ها، این جلوگیری از فراموشی ها، این دادخواهی ها و این به صحنه کشونده این که نباید شکنجهگران و نباید آمرین و عاملین این جنایات خواب آسوده داشته باشن، اینو در صحنه ایران و در صحنه جهانی اعلام کنه. نکته دیگه این که حکمی که در ایران تریبونال صادر شده این هست که تمام ایرانی هایی که در خارج از کشور هستند و اینها وابستگان به قربانیان جنایات جمهوری اسلامی هستند، اینها میتونن در خارج از کشور از طریق دادگاه هایی که در خارج وجود داشته هست اینها میتونن اعلام دادگاه کنند. البته نه اینکه دادگاه اینها به نتایج قطعی برسه و اینها حتما موفق بشن، ولی کن افشاگری اینها در صحنه جهانی مؤثر و موفق خواهد بود. من نفتیم که نفتی رو مخصم بگم اونه که ببینیم اینجا در حکم دادگاه یکی اینکه سیستماتیک بودن این جنایت رو مطرح کرده و اینکه اتوریته واحدی در اون نظارت اتوریته واحدی یعنی یک جنایت دولتی است، یعنی این کجربی های این یا اون فرد در اون گوشه از کشور نیست بلکه این سیستم هست. نکته دوم این است که این به من سندی برای آیندگان بخش از تاریخ ایران، یکی از قانونهای تمرکز حافظه جمعی است که دیگران ببینند که در گذشته چه این به نظر من سیستماتیک بودن اتوریته واحد برای اصلاح نظارت کردن عدم مسئولیت برای تمام رهبران دولت جمهوری اسلامی همینه، یعنی در واقع این جنایتکاران همه سرنوشت واحدی دارند، از قذافی تا بشار اسد تا علی خامنه ای، در واقع اینها نمیتونند از چنگال عدالت رها بشن و فرار بکنند و بگریزند. در نتیجه این شبه در واقع عدالت در پی اونهاست، هر جا هم که باشند و هر جا هم که در واقع سکونت بکنند. این پیام نهایی من است. ممنون و سپاس از شما که گفتگو با ما انجام دادید.
الان این مرحله تموم شده ولی کار ما باز ادامه داره و در عین حال احساس میکنم احساس دیگه نمیدونم راستش که به احساس عجیبیه. مثلا خاطر آیا تو این نهایی چطور خودش میشه؟ کم بود به نظرم، نه که یعنی چیز منفی لزوما نیست، ولی خودتون هم چون تو بلند نامه بودین اصلا یک چیز کاملا متفاوت، تجربه کاملا متفاوتیه. این میقانه فرماتن آدم مثلا حرفای شخصی کمتر شنیده شد، به خاطر همین یک کمی حس کم این پرسونال تر بود دقیقا، و این خیلی سه مهمیه برای اینکه خیلی مثلا بی بی سی اومد خبرگزاری متفاوت اینجا بودم و این خیلی از یه نظر جامعه مهمیه، و ولی در این حال باز فکر میکنم ولی در فرمان بودنش مهمه، چون یه مرحله‌ایه به اینکه بسیار بگیم که فرانسه واقعاً خوبی بوده، احتیاج بوده که این فرمان داشت درست بگیم کنه. یعنی خودشون مثلا این رجوع هست مثلا یه فرم مثلا همه تصویر که شما دادین تصویرها نتیجهش اینه که این رژیم همه شون جنایت کردن و همه شون جنایت کردن جنبندتون یعنی تو هم تو لندن هم دیدمشون، کلن ندیدمشون اینجا هم دارم، هر دفعه میبینم اون عشق برای دارم میبینم، بلکه با چه صمیمیت و چه درد دارم این مرد میزنن و با اینکه اینقدر درد کشیدن هنوز یک گرمی تو وجودشونه که کمتر کسی به نظر دارم میتونه که نه با از آهنم خودشون گفتن من از آهنم حرف جاش جوانی در آخر من بشه که این که گفت که ما درد رو خیلی یه لحظه خیلی آره که ما تقویلستیم و ما درد رو فقط این خیلی ما حرف آقای اخوان برای من خیلی که گفتن که فقط درمان ما نیست، درمان این مرحله دیگه یه هم هست آدم های شبیه ولی این که باید ما یک مقداری یکم شد عجیب شده و خودمونم مقصر بدیم، برای اینکه ما هم حتی اگه خودش رو مقصر بدیم شد نشناسه شخصا نمیتونه تغییر کنه، شخص نمیتونه رابطه روشش عوض کنه که به هدفش برسه، برای اگه این مسیر رو ادامه بدیم به نظر من امیدوارم
آگاهی بیشتر برای مردم شد، تغییر بیشتر بود. ممنون. در این روز آخرین جمعه سال به شما تبریک می‌گیم، سال نو و مراسم بهار و خاوران و همه، امیدوارم چیزهای شادمانی رو از این پروژه ما برای چیز حقوقتون چطور می‌تونیم استفاده کنیم؟ استفادهش می‌کنیم؟ فکر کنم اگه آدم عاقلی باشه من بکنیم ولی نمی‌کنم. استفاده مهمیه، چیزایی که تجربه‌اش رو تغییر بده، اصلا چیزایی که در مورد روی تریتی و حقوق عرفی و بین‌المللی ولی اینا خیلی مهمن تو درس و ما سعی میکنیم با خیلی هم حرف زدیم که اینا رو به پروفسورایی که تو دانشگاه هستن قانون بین‌المللی شدن تو اسپانیا تو فرانسه تو انگلیس سعی کنیم. چون منم یکی از همین منم وقتی دانشگاه درس می‌خونم یکی از درسایی که اونم همون حقوق بین‌المللی بود این پروفسورمون همیشه در مورد مثلا تریبونال جدا ایندیپندنت اینا صحبت می‌کرد 100 درصد بهش ایمیل می‌زدم و اینکه ادامه تحصیلمون امیدوارم به جای با مادر اسمت هستم از شاهدین دادگاه بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی. مادر اسمت جان خوش اومدید. شما امروز در مرحله نهایی دادگاه هستید، در مرحله‌ای که سازمان اعلام خودش در مورد جمهوری اسلامی رسماً اعلام شده، شما چه چیزی رو در دادگاه اساسی یک شاهد اومدید؟ من سه تا برادرم که داستان کشت و مقبول دارم که در از خیلی وقتی در از با من این چه در از دکتر دکترم کشت جمهوری سیاده اعظم سیاده که 16 ساله بودن بهش تجاوز کردن اینقدر شکنجش کرده بودن که گوشت اضافه پشتش در آباده بودن همه اون دیگه بودن که شاهده ای که خود 34 سال خونه من حمله کردن روز هفته دیر خونم گرفتن، زندگیم گرفتن، خود و بچه هم آواره شدن، تمام زندگی ما غارت کردن، خونه برادر رو آتیش زدم، برادر من قوید زندگی میگه تازه اومده بود جهران، اصلا خبر از هیچ جا ندار، گیر رفتن، رختن خونش، آتیش زدن تا رو زمین سوزوندن، اول غارت کردن، رفتن با آتیش زدن. داماد و غلام خوشبویی کشتن سه تا برادر. غلام خوشبویی، سیویس خوشبویی، ساسان خوشبویی. تمام این 34 سال، 34 سال واقعا من تو خون و مرگ زندگی کردم. خوشحالم از اینکه افرادی پیدا شدن واقعا متشکرشون هستم که این دادگاه تشکیل دادم که من بتونم یه خونه خودم، یعنی نه تنها خودم، مادرم، کسی که امثال خود من بوده سوختن همه خوشحال بشه که بالاخره جمهوری اسلامی جنایت دیگه که فقط همینطور زیر قایم نشه، همینطور که قبرها خرامی که کسی نفهمه، دسته دسته یکی بره من تعریف که میگه یکی اومده بود کویت تعریف میگه میگه دیدم حالش خیلی پریشونه، گفتن چیه؟ گفت که یه موقع خلوت بشه برای تعریف میکنم، من حال خود رو نیست. من از این ماشینه یخچالی داشتم، توی ایران کار میکردم. یه شب اومدن به من گفتن که بیای بار بزن. وقتی من رفتن گفتن تو خودت برو سو بیا ماشینت سوار شد. وقتی که میگه من رفتم اونجا ماشینت سوار شدم، گفتن دو نفر مسلح با من فرستادن کردستان، گفت جنازه ها بردن رختن اونجا که یعنی بگن که کردا مردم کشتن، بگن کردا اینا کشتن، رختن اونجا. میگه واقعا اون طرف تو کوویت آواره بود، دیوانه بود.
نمیتونست دیگه چون دیگه ما زندگی بکنه. اونجا میگه کار نمیتونست بکنه. همیتون روپای خودش را میرن. یعنی واقعا کسی که خوشحال بشن که جمهوری اسلامی محکوم میشه همه اونا خوش، همه اونا شاد میشن. نه تنها شما بعد از این جایگاه اول شد و شما شهادت میدادید، بعد شما دیدید که مثلا خانواده‌های دیگه مثل رویا جمهوری اومد از برادرش و خانواده‌اش رو و خیلی از این کسایی که دیگه چهارتاش برادر از دست دادن، خواهر از دست دادن بودن یا خاطر ملکه سلطان اومد همه اعضای خانواده‌اش از دست رفته بودن، شما چی احساس کردید که همه خانواده‌های به مثل خود شما زج کشیده بودن یه دفعه اومدن یه تصویری از این قومیت چون شما جایی نبودید مثلا در خود رو بزنید با مثل الان برای همین منم میگم دیگه ماما برای همین میگم یعنی با باید متشکر باشم از اینکه این دادگاه برپا شد که ما بتونیم هر کمون رو بزنیم انتظار دارن تلاش کنن اینکه پسند تو سازمان ملل سفیر جمهوری چیز جمهوری اسلامی تو سازمان ملل بندازن دور بگن آجا چما دارید تو مردم میکشید اینجا چی کار دارید میکنید یعنی واقعا انتظار دارم از این دادگاه بتونه این کار رو کنه بتونه بره برسونه این به سازمان ملل تو سازمان ملل این ما محبوب کنن بگن شما این کار رو دارید نمیدونم اما من یعنی واقعا بگم من دو ساعت خونه های محلی بودم نمیدونم بگن چقدر عزیز عجیل و معرق باشده شد تنها بچه های خود رو میرسیدن یعنی واقعا نمیدونم بگم هر از یه ساعت و نمیگین یکی رفت نیومد روزی 20 تا روزی 15 تا روزی 30 تا که میگه چقدر جون داره آدم واقعا من اصلا میمیرم و اینا حمله میکنم خودم واقعا میگم من جون و سنگ واقعا یه آدم همین الان زنگ زدن به خونه ما میگن تو دیگه نه اگه بیری حرف بزنی ما تو ایران خانواده تو بیشتر زیر فشار میزنیم اونا میری میگیری اینا که اخون سیر نمیشن که اینا که اخون سیر نمیشن باید یه دادگاه با کسی تلاش کنن برسونن به سازمان ملل یعنی واقعا جلو مردم ایران خودشون امیدوارم امید دارم به همین امید زنده هستم قربونت برم تشکر حسن شاهدان پروسه دادگاه بین‌المللی ایران تریبونال علیه جمهوری اسلامی هستم سه نفر که از شاهدان این دادگاه از کسانی بودند که در واقع تمام این پروسه دادگاه رو که در واقع پیگیری کردن میخوام ببینم چه احساسی دارن در این دوره ای که دوره در واقع حکم نهایی توسط دادگاه بین‌المللی شما بزن مرسی از فرصتی که به ما دادین من واقعا احساس میکنم یه روز تاریخی و خاص یعنی همه یه زحماتی که کشیده شده در از این چند سال امروز به نوعی یک ورق جدیدی از تاریخ در واقع مبارزات مردم ایران برای عدالت و اینکه یه سری آدم‌های مثل ما با حداقل امکانات بخوایم صدا رو به صدای در واقع
صدایی که همیشه احساس می‌کردیم باید یه جای باشه این صدا رو به گوش کسی برسونیم و دیدیم اونجا نیست، خودمون اونجا رو آفریدیم و این قشنگ‌ترین احساسی که آدم داره و این بزرگترین پیامیه که ایران تریبونال تونست به مردم ایران و به جهان منتقل کنه که ما میتونیم تاثیرگذار باشیم با وجود اینکه دنیا خیلی سخت‌تر شده از گذشته، باز هم ما میتونیم تاثیرگذار باشیم تو روند تاریخ جهانی و برقراری عدالت. با همین چیز این دادگاه خودش اعلام کرد، این خب چه نکته مهمی که بود واقعا این که یه سری آدم های قضات معتبر بین‌المللی اومدن یک حکومت رو محکوم کردن به جنایت علیه بشریت، یعنی در واقع یه قانون جدیدی در سطح جهانی حتی گذاشته شد. مطابقات به یه چنین قانونی وجود نداشته در قوانین جزایی بین‌المللی که یک حکومت رو بشه محکوم کرد به جرم جنایت علیه بشریت. و اینکه زیبایی این حکم این بود که گفت کل حاکمیت جمهوری اسلامی در واقع محکوم به جنایت علیه بشریت و با اینکه نمیشه از جرم افراد هم صرف نظر کرد، ولی مهمترین نکتهش همین بود که ما همه خانواده ها هم احساس میکنیم که کلیت این نظام جمهوری اسلامی در قتل عزیزان ما شریک بوده، از رهبریش گرفته تا قوه مقننه اجرایی قضایی همشون تمام کسانی که تو این دوره تاریخی یه مسئولیت حکومتی داشتن و میتونستن تاثیرگذار باشن ولی کاری نکردن، اونا همه در این جنایت شریکن و این حکم جنایت علیه بشریت در واقع چیز همینطور شما که سالها زندان و تصویر بسیاری از رفقا و دوستان که ادار مردی که شما توی 67 با خود مرد و اینجا اومدید و من شاهد این قضیه رو گفتید، پس از سالها زمزمه داستان این قضیه ها امروز چه احساسی دارید؟ چه فکر دارید در رابطه با این بود؟ من به نظرم به روی میسم که یه روز تاریخی برای خود من شده و برای بچه هایی که نیستن و به دار آویخته شدن به جوخه اعدام رفتن هستش. این داستان که این حکم حکمیه که واقعا میشه گفت یکی از بهترین روزهای زندگی من بود و میبینم که همون که حکم جنایت علیه بشریتی که جمهوری اسلامی تو دهه 60 منجر شد بگیر بتونه این همه بچه ها رو از چیک تا بزرگ، پدر، مادر، همه بودن اونجا و نیستن. خیلی قشنگ گفت که مادر اسمت که من نمیدونستم این سوچ هست کجا اینجا حرف همون بزنم و این حرف قشنگ خودشو نشون داد که آقا جایی هست به تاریخ ثبت شد که میشه همیشه به دنبال مجرمان رفت و مجرمان رو اگر محاکم جزایی و حقوقی به ثبت رسیده نمیتونه به محاکمه بکشه، هستن باقی مانده و قربانیان اون جنایت که میتونن ادامه بدن و این یه روز تاریخیه، روزی که تاریخ به نظرم به ثبت میرسه و در آینده ایران این حکم همیشه برقرار هست و اگر در آینده بخواد این جمهوری اسلامی به محاکمه بشه این در واقع میشه گفت دادخواست و این حکم تاثیرگذاری خودش خواهد داشت. رسول جان شما که صادق و جواد رو و در واقع خودتون هم الان چه احساسی دارید در دوره‌ای که همه این تصویر رو در یک سند بزرگ در یک کتاب بزرگ ما ارائه کردیم و گفتیم که این رژیم همه دستگاه، همه سیستم این جنایت رو مرتکب شده، یه عاملین و عاملین در دستگاه دولتی بودن و این دستگاه میشه گفت مسئولیت داده به همه عاملین و عاملین. اما شما چه احساسی دارید که این ارائه شد و فضای اخلاقی ایجاد شده که دیگر جنایتکاران نمیتونن این کار رو انجام بدن؟ من در ابتدا سلام میکنم به بینندگان شما و من میگم که من هم یه احساس میخوام بگم احساس خیلی خوب اینه که در تمام این لحظات من همیشه به مادران خواهم فکر کردم، به مادرهای ما که 34 سال جنگیدن و وقتی که دادگاه قبلی این فیلم رو نشون دادن یه تلخاکی جمهوری اسلامی گذاشته ولی همون بیابانی که گذاشته شاهد جنایت صد هزاران عزیز ما که در اونجا هستن و ما تونستیم به نظرم کاری که ایران تریبونال کرد که
ما یه بخش کوچیک جنایتی که الان جمهوری به جنایت علیه بشریت محکوم شده برای دهه 60 و اتفاقاتی که تا الان داره میفته، یعنی ببینیم جنایتی در عرض 8 سالش در دنیا محکوم شده که گفتن اگر بخوایم تا الان بررسی کنیم. و از زاویه دیگه این یک تجربه بود برای همه ما، نشون داد که واقعا ما بخوایم میتونیم و این یک نمونه که خواستیم تونستیم بکنیم و این همینطور که مادران خواستن تونستن خاوران ها رو حفظ کنن با تمام که شلاق هایی به سر و صورتشون خورد با رژیم بلا هایی که سرشون آورد، ولی مادران به نظر ما رو به ما نشون دادن با خود. ما هم داریم الان به مردم ایران میگیم که ما تونستیم، میتونیم این کار رو بکنیم. ما این جنبش دادخواهی رو ادامه میدیم. اون زمانی برای ما مطمئن باشیم ما این کار رو خواهیم کرد. با همه شما ها میاریم این پای محاکمه میکشونیم. چون این بخش یک بخش جنایت که ما به عنوان زندانیان سیاسی، ما به عنوان خانواده جان باختگان یک بخش از تصویر فیلم رو گفتیم. اگر اون برای فیلم رو بخوان اینا رو بیاییم بگیم، اون بخشی که ما نمی‌دونیم، همینطور که من جامعه یه زندانی سیاسی وقتی تو این دادگاه به بعضی از شهادت‌ها گوش می‌کردم عشق واقعا می‌ریختم، می‌گفتم با اینکه خودم تو زندان بودم ولی اینا رو نمی‌تونم باور کنم، می‌شد همچین جنایتی کرد؟ یعنی 8 سال درگیر بودم با جمهوری اسلامی، با زندان‌ها، تو زندان‌های متقابل بودم، ولی تو این شهادت‌ها من چیزهایی شنیدم که می‌لرزیدم به طور واقعی که چه جنایت تو، تازه جنایت تو زندان، جنایت از بیرون از زندان و اتفاقاتی که افتاد. برای همین واقعا این یک روز خیلی مهمیه، روزی که دوست داشتم همه خانواده هایی که الان تو ایران دارن صدای ما رو میشنون اینجا بودن و با ما در کنار ما این شادی شریک میشدن و ما اونجا بودیم و من مطمئنم که اونجا خواهیم بود، ولی واقعا لحظه خوبی بود. چیزی که گفتن جنایت علیه بشریت، یعنی همه جمهوری اسلامی، به نظر من که این دوره این جنایت نکرد دارم محبت میکنم، بخشید تو شرط علیه که جمهوری اسلامی توی بحرانه میگن من نکردم اون کردیم، ولی اینجا نشون دادیم که همشون از سال 58 تا الان همشون توی جنایت دست دارم. من آخرین چیزی بگم، جمعه است آخرین جمعه سال و مادران و خانواده ها میرن، خاوران ها، به زهره ها و خاوران های بزرگ ما، چه پیامی داری برای اون خانواده ها در روز این روز تاریخی که ما همه با اونها هم صدا هستیم و میخواییم به قول پیام اخوان در خاوران صدای مشترک اون دادی رو که بر ما رفته داد اون رو علیه بیداد کنیم، چه پیامی داریم در این روز آخر سال؟ اولا که من واقعا آرزو میکردم که ایران شرایطش آزاد بیه و من الان اونجا هم بودم، من کنار مادران من یاد مادر خودم گفتم که قبل برادر من روی یه تپه از خارج از شهر و مادر من اواخر نمیتونستم راه بره، وقتی دلدا دلدا از این تپه بالا میرفت برای جمعه آخر سال که بره سر قبل سالش، و من یاد همه مادرهای دیگه که میفتم که با هم باهاشون این همدردی رو احساس میکنم و کاش الان ما میتونستیم با مطرح کردن بالا بردن صدای این عزیزان، با مطرح کردن خونشون، این جنایتی که در حقشون شده در سطح جهانی ما مطرح کردیم امسال، یه چیز متفاوتیه و کاش ما میتونستیم در خبر عزیزان باشیم. و دوست دارم که خانواده هایی که تو ایران هستن به هر حال با این پیام به سر خبر عزیزان باشیم که شما حال خودتون رو در طول تاریخ ایران انجام دادید و آدم های دیگه ای هستن که پیامتون رو به سطح جهانی میرسونن و تأثیر گذاری خونتون در روند تاریخ بشری ادامه داره و این بهترین چیزی که دوست دارم گفته بشه و عزیزان رو که مطمئنن شاد خواهد شد از اتفاقی که میفته. من هم خوشبختانه امروز چون مصادفه با روز جمعه آخر سال، من احساس میکنم که پیام این دادگاه پیامیه که آقا شما تنها نبودید، زحمات شما به ثمر رسید. اگر 34 سال شما رفتید با شلاق و کتک ریختن، قبل بچه ها دارن سیمان ریختن،
میکنم چیزای مختلف شیکونم بعضی که قبل داشتم، ولی الان نشون داده شد که صدای شما به گوش جهانیان رسید. شما تنها نیستید و این زحمات شما به بار نشه و ان شاء الله در آینده این ثمرش رو بیشتر ما یه دادگاه بزرگتر خواهیم دید. من اینجا پیامم اینه که در مقابل مادران خاوران سر تعظیم فرود میارم و میگم که ما اینجا که هستیم مدیون مبارزات شما هستیم که تونستیم خاوران رو برای ما حفظ کنیم و به عنوان یکی از هزاران سند جمهوری اسلامی نگه داریم و ما بتونیم اون سند رو توی دادگاه نشون بدیم و بگیم که یک تیکه اینه که میگن این خاوران و امیدوارم که امروز تونستیم همونطوری که میخواین گلباران کردیم خاوران رو، چون هر ساله میکنیم هرچه ممکنه اونا شب بیان گلار از بمیرن، ولی من مطمئنم مثل سالهای قبل شما امروز خاوران رو گلباران کردیم و ما هم اینجا با شما بودیم، با شما شریف بودیم در غمتون و اینجا یاد عزیزانتون رو با اون حکمی که داده شد گران داشتیم. پیمان بستی با یاران عزیزانتون که تا وقتی که جمهوری اسلامی ما یک قدم یک مرحله کوتاه نخواهیم بود تا سر زمین برای تسلیم کشیدن دنیای قارونیت برای دنیای آزاد. با تشکر از شما علیکم. با آقای پیام‌مهربان هستم، دادستان دادگاه بین‌المللی و تریبونال که حکم نهایی خودش رو صادر کرد. ممنون که باز هم گفتگوی ما رو پذیرفتید. خواهش می‌کنم از شما سپاسگزارم. این دادگاه امروز دادگاه نهایی و این در واقع حکم رو اعلام کرد، این حکم در واقع چه بود؟ حکم رسمی دادگاه در اصل جنایات دهه 60 رو در چارچوب قانون بین‌الملل گذاشت و جنایت و البته خیلی اهمیت داره به خاطر اینکه اوضاعی که اینجا داشتن قربانی بسیار برجسته هستن، هیچ کدومشون نیستن و در اصل قضاوت اونهاست در مورد فرایند در این شخص و یک قضاوت سیاسی که قضاوت ولی به نظر بنده خود حکم دادگاه اهمیتش از جریان افشاگری و این کارزار مردمی اهمیتش کمتره از بازه اینکه شهادت خانواده های قربانیان و بازماندگان به مردم ایران یک فرصتی داد که به واقعیت هولناک قربانی بودن پی ببرن. ما وقتی از دور حرف قربانی بشر میزنیم یا شعارهای سیاسی میدیم هیچ وقت واقعیت قربانی پی نمیبرن و وقتی یه مادری میاد و با عشق داستان چهار تا فرزندش رو میده که هر چهار تاش به خاطر عمل سیاسیشون اعدام شدن در اون لحظه اهمیت قربانی بشر نمیبرن. در اون لحظه یادم در مرحله اول دادگاه برمیدن وقتی اون خانمی که خانشو اشاره کردن داستانش رو گفتن و چون داستانش رو هشت میکردن و از این هم بخواه بودن که از کمونیست کشیده خورد و هم تا سبز تا سبز هم کلب همه قبول یک لحظه زیر مادر هش میشه یک لحظه همه اختلافات رو فراموش کردن لحظه هم بسیار در این بودن زیبا بودن که در این لحظه در اون کار انسانیت مشترک و در اون لحظه من آینده ایران و مزنده روشن آینده به واقعیت اون رو بشن نمیبنه که ما به پرسنده آیا ما با عقاید قربانی موافق هستیم. از این لحاظ مهمترین
جنبه این دادگاه ساختن یک فرهنگ جدید است در 35 سال و قبل از اون فرهنگ خشونتی داشتیم، فرهنگ خشونت و نقص حقوق بشر و موضوع پاسخگویی نظری موضوع علیه خسرو و روبرو شدن با بقایای 25 تا 30 سال پیش، اولا برای عدالت هست، برای انتقام، دوما برای ساختن یک آینده بهتر. موضوع نیستش که ما فقط دوباره جابجا قدرت بشیم، یک گروه قاتل برن، یک گروه برای قاتل جانشین رو بشن. ما باید یک شرایط ایجاد کنیم که هر یکی قدرت در دست داره پاسخگوی مردم باشیم. از این لحاظ این ابتکار تاریخی خانوادههای در مجموع هستن انتقادات در مجموع به کل پروسه ایران تریبونال مطرح شده. قطعا شما با خود این انتقادات ها و در واقع چیزا آشنا هستید. فکر کنید خود این چیز، خود این دادگاه این توان رو داشت که جدا از همه گرایش‌های سیاسی مسئله انسان قربانی بودان نگاه کنه و جنایت رژیم مسئله جنایت بشریت مطرح کنه. چطور ما جواب این انتقادات رو بدیم؟ چقدر انتقادات رو مثلا درست واقعی باشه و چطور میشه یک کمپینی به وجود آورد که در واقع این مشکلات رو که بود اینا که به وجود نیاره؟ متاسفانه بزرگترین چالش در جنبش آزادی هم خالی میاد خود و باید قبول بکنیم که تا وقتی که نتونیم مخانه با وجود اختلافات سیاسی اصلاحی اگر ما نیاز خودمون نتونیم هم کاری بکنیم همین رهبرهایی که در حال حاضر بودن متحد باشیم، هیچ انتظار نمیتونیم داشته باشیم البته باعث تأسف هستش که بعضی ها انتقادشون از دادگاه فقط جنبه سیاسی داشته باشیم. انتقاد آدمان همیشه جا انتقاد هست و جای گفتگو هست و این دادگاه فقط تمامی بدن هست برای رسیدن به عدالت و بر اساس تجربه همیشه میتونیم از طریق گفتگو تجربه رو استفاده کنیم، یعنی که خب بتونیم این کارزار رو بهتر به ثمر برسونیم. در این مشکل اینجاست که بعضی ها یک تهمت هایی کاملا بی اساس، مثلا تهمتی که هزینه این دادگاه از دولت آمریکا توته بازی هایی که از خود جمهوری اسلامی هم این کار میزنیم من ترجیح میکنم که اشخاص خودش رو فعال سیاسی و مبارز از ایران مشکل من اینه که این تهمتی است خانواده‌های قربانی و بازماندگان که با فداکاری عجیبی از به نظر من واقعا
در حال حاضر هم فراموش شده و اصلا توقع داشتم که اصلا راجع به این موضوع صحبت رو بزنم که نتیجه این برگشتن من مثبت که تمام اون شعارها و حرفها و تهمتها به نظر من کاملا فراموش شده و ما باید در نظر داشته باشیم که بعد از 25 سال بالاخره جمهوری اسلامی به خاطر این دادگاه مجبور شده در همین مقاله مربوط به داستان اولا اعتراف کنه که این مقاله رخ داده، خودش به نظر من خارق‌العاده است. این نفر به من گفتش که بعد از این دادگاه من گفتش که جمهوری اسلامی یک سال دو سال دیگه اعتراف کنه، فقط تو خواب و خیال ولی در علاوه این مقاله حتی دمایی 25 سال پیش و 33 سال پیش و هیچ وقت مردم فرمان شده ما این اینو اصلا دیمی واقعی چه که این دستگاه بسیار خیلی این اولین ما در ماری حتی اول کشور ما و شاید در چیز بینوندی یه گروهی خارج از دولت و خارج از همه مقررات های جمعی دادگاه رو سازمان دادن و یک رژیم رو به جنرال در یک بشریت تحمل کردن با همه اصلا چی واقع میکرد؟ چطور میتونیم؟ چون واقع چیم که صد نفر میشه گفت خواهد میشه شهادت میدن بسیار قربانی ها بیشتری داره بسیار قربانی هایی که از مدرسه رفاه های گروه ها قربانی ها در این چطور میشه شما در واقع آور تصویر کاملتری از این دوره رو ارائه داره بنده با شما کاملا موافق هستم که دهه 60 با وجودی که اوج سریع و بازی دست جمعی بود فقط یک اصل از تاریخ و همونجور که شما اشاره کردید و خوشبختانه اصلا اول خط مستقیم هست از اعلام های مدرسه رفاه اعلام هایی که به مستقیم شده شده و فرهنگی که در ما اشخاصی که مسئول شکل و اعلام هستن به جای که مجازات شده شده باداشت باشه به جای که مصرف باشن در بس به بالاتر این مرحبا این فرهنگ مسئولیت ها نتیجه شده یک تصویر دیگه
دیگه ای بسید از شهر بابی هیچ وقت امید رو نباید از دست بدید و امیدوارم که همین مصاحبه رو بتونیم در برمیستان خواهران روزی که یک رئیس جمهوری که در حالات آزاد انتخاب شده به خودش قبلن زندان سیاسی بوده با یک دست بود بیاد در خواهران و از مادران از طرف دولت دموکراتیک ایران من دوست خواست است.